درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. یکی از تاکتیک‌های دستگاه‌های امنیتی، تاکتیک گمراه کردن مخالفانه و ساده‌ترین کار برای اینکه کسی به مقصد نرسه، بیراه نشان دادن به او به عنوان راهه. و اینکه حتماً در این چند روز اخیر شنیدید که شاهزاده گفته عده‌ای از سپاه با او در تماسن و ناراضی هستند و چه هستند و چه هستند. سوال اینجاست، اینکه در بدنه سپاه چند صد هزار نفره چند نفر مخالف نظام شده باشن موضوع عجیبی نیست، اما اینکه در فرماندهی سپاه چند نفر مخالف نظام و طرفدار شاهزاده شده باشن نه تنها عجیبه بلکه غیر ممکنه. شاهزاده یا هر کس دیگری که چنین باوری داره قطعاً از ساختار سپاه بیخبره. سپاه چنان ساختاری داره که اگر بر فرض کسی در رأس سپاه طرفدار بازگشت پادشاهی باشه، هر قدر هم زرنگ و بازیگر ماهری باشه، به محض برداشتن اولین گام در جهت چرخش به سمت شاهزاده، سپاهیان دیگه قدمش رو خرد خواهند کرد. شاهزاده ما باید مراقب باشه که دستگاه امنیتی مثل روح الله زم پوست خربازه زیر پای ایشان نندازه. اما اینکه شاهزاده چیکار میکنن یا به چه چیزی باور دارن و یا مشاورانشون به ایشان چه خط و خطوطی میدن مسئله من نیست. من اهل رسانم و مخالف حکومت نکبت و موافق بازگشت خاندان پهلوی به کشورمون، و این در حالیه که همه ما باید مراقب باشیم که در دامچاله هایی که حکومت بر سر راه ما میکنه نیفتیم. کانال هایی هستن که اولش خوب شروع کردن و روشنگرانه بودن، اما امروز چرخش هایی به سمت این و آن در این کانال های کوچه پس کوچه دیده میشه که بسیار بر اثرگذاری این رسانه تأثیر سو گذاشته. اینکه این کانال ها ویدئویی درست کنن با عنوان وحشت نظام از همکاری سپاه با شاهزاده رضا پهلوی برای پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی، این عین گمراه کردن مردم و شخص شاهزاده است. واقعا خودتون فکر کنید نظام از همکاری سپاه با شاهزاده وحشت داره؟ نظام کیه یا چیه؟ اگر خامنه‌ای مد نظره که او با دفترش در بیت چنان مجموعه صلاحیت یابی پیش در پیچی درست کرده که تا زنده است، کسی که مثلا هوادار پادشاهی باشه از این مجموعه جان سالم بیرون نخواهد آمد. و اگر دستگاه امنیتیه که آدمهای سطح بالای این دستگاه سایه یکدیگر رو با تیر میزنن و کافیه کسی پاش رو کج بذاره تا پاش رو نه به خاطر نظام بلکه به خاطر منافع و مقام خودشون قلم کنن، و اگر خود سپاه مد نظره که واویلا، این ارگان تبهکار خونخوار حتی بعد از سقوط حکومت نکبت تا مدتها به خرابکاری‌های خودش برای بازگرداندن حکومت اسلامی ادامه خواهد داد. سناریوش هست، امیدوارم در گاوصندوق افکار ما نباشه. ببینید، تجزیه یا بالکانیزه شدن زمانی است که شما می‌خواهید. یادتون نره در یوگسلاوی سربها می‌خواستن، کرواتها می‌خواستن، بوسنی‌چی‌ها می‌خواستن، بعد اون مقدونیه و مونتنگرو هم تو کنارش یه استفاده کردن لحاظ استراتژیکی. خود مردمم وقتی امروز یک مش به اصطلاح روشن فکر ابله، باید گفت ابله، هر روز میان و در بحثاشون مطرح میکنم فدرالیزم ایرانی، فدرالیزم کجا؟ بعد بلافاصله اشارهشون به آمریکاست. آمریکا فدرالیزمش اصلا فدرالیزم دلاره. شما در آمریکا تابع قوانین دلارید. در ایران چنین تمرکزی وجود نداره، نقطه ثقلی وجود نداره، به جز اینکه تا دیروز یک رضا شاهی پیدا شد، چکمه ها رو پوشید، تمام فوش های تاریخ رو هم نصیب خودش کرد، اما یک ایران ساخت. حالا شما چون میدان رو خالی دیدید، یه آقایی به اسم شریعت مداری که اصلا فقط
تمام اعتبار سیاسی اینه که پسر آیت الله شریعت مداری بوده، حالا میخواد تبریز رو برداره و بره. نه، کسی چنین اجازهی به این ابلها نخواهد داره. ای کاش آرزوهامون رو به جای واقعیات به خورد مردم ندیم و هر کسی که تضمین میخواد که کسی با او در ایران فردا کاری نداشته باشه بیاد جنایت نکنه و برای ارگان جنایتکار دیگه کار نکنه. کسی که جنایت میکنه و برای ارگان جنایتکار کار میکنه هیچ بخششی در کار نخواهد بود. دادگاه خواهد بود و محکومیت و زندان در بهترین حالت و در بدترین حالت گیر مردم خواهد افتاد و در جا تکه تکه میشه. در همین رابطه سخنان دکتر رضا تقی‌زاده پیرامون مصاحبه اخیر شهبانو فرای پهلوی رو مشاهده کنید که در این ویدیو او از ولیعهد آینده ای ایران حرف میزنه و در مورد این شایعه که بین شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح اختلاف نظر هست به صورت مختصر و مفید سخن میگه. شاید دو نکته رو میشه بهش تاکید کرد. از نظر من شاید برجسته ترین نکته اشاره به این بود که در صورت تغییر نظام کنونی حکومت ایران این خانوم نور پهلوی، شاهزاده نور پهلوی خواهد بود که ولیعهد بعدی ایران خواهد شد. نکته دوم این است که شهبانو اشاره می کنند به اینکه علاقمند به پادشاهی هستند و تایید می کنند که این وضعیت وضعیت مورد اعتماد اونها، مورد علاقه ایشون هست و مردم ایران هم این رو می خوان. اینجا نکته وجود داره، بازم این رو در توضیحی که میدم شما خصوصی تلقی بکنید. ایده ای هستن به شاهزاده رضا پهلوی ایراد می گیرن که تمایل به جمهوری خواهی داره، تمایل به چپی ها داره، با مخالفین پادشاهی نشست و برخاست میکنه. این نکته ای که میخوام خصوصی به شما بگم این است که بین شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی هیچ اختلاف نظر سیاسی وجود نداره، در حالی که در ظاهر ما شهبانو رو بسیار حامی پادشاهی میبینیم و شاید شاهزاده رضا رو کمی بیتفاوت. این رو به این علت میگم که شهبانو روزانه در ارتباط با فرزندشون هست و روزانه فعالیت‌های سیاسی او رو تعقیب میکنه. یک داستان کوتاه هم بگم که ممکنه در خبر نگنجه، همین چند سال پیش یک جلسه در پارلمان بریتانیا بود که شاهزاده سخنرانی کوتاهی داشت و عده‌ای از نمایندگان مجلس بریتانیا بودند، دو تا از نمایندگان مجلس لردها بودند و شاهزاده بعد از تمام شدن صحبت رفت برای مصاحبه. ما غروب اون روز در هتل مشغول صرف شام بودیم که تلفن شاهزاده زنگ زد و از پاسخ‌های که شاهزاده میداد پیدا بود که ایشون با مادرشون صحبت میکنن و ابراز رضایت کرد جلسه بقیه. این مثال به این علت گفتم که بدونید بین شهبانو و بین شاهزاده رضا پهلوی از نظر سیاسی اختلافی نیست، بنابراین اون چه که ایشون در قاهره ابراز کرده در این مصاحبه نظر قاطع شاهزاده رضا پهلوی است، حتی اگر ایشون بخواد صحبت‌های منو الان تکذیب بکنه. این رو واقعا از من قبول بکنید که بین اونها اختلاف نظری نیست، بنابراین نظر شهبانو نظر شاهزاده رضا پهلوی هم هست. در واقع این اتاق فکر رژیم آخونداست که داره مردم ایران رو براندازی میکنه. با این وضعیت بیابی و اقتصاد فکر کنم که تا چند ماه دیگه موفق بشن که برای همیشه براندازیمون کنن. خب حالا داستان چیست؟ بحث فولاد. ببینید خود گزارش میگه 30 میلیون تن فولاد تولید میشه، یعنی 50 میلیون تن سنگ آهن بر میدارند که بیشتره. از این 50 میلیون تن انفال که یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، یعنی بیت المال اسلام انفاله، مالیات و عوارض و اینها بیت المال مسلمین است، او بیت المال اسلام است که خداوند هم اختیارش رو در اختیار نظام الهی اسلامی قرار داده. از این انفال فقط آهنش رو عرض میکنه، ما بقیش هم شما جمع بزنید 50 میلیون تن. از خود معاون آقای رسم حسینی سوال کردم قیمت همین امروز، یعنی همین الانی که ما و شما صحبت میکنیم، فوب خلیج فارس هر تن سنگ آهن چقدره؟ گفت 150 دلار.
عزیزان همین الان ضرب کنید 50 میلیون تن ضرب در 150 دلار. من نمیدونم نرخ دلار الان چقدره چون نه ارز داریم نه خبر داریم، ولی 20,000 تومان میشه 150,000 میلیارد تومان. یعنی همه اطلاع داشتن که در فولاد چه خبره و همین حالا هم میدونن در بقیه جاها چه خبره. اینا بخشی از صحبت‌های کریمی قدوسی در سال 1399 در مورد فولاد مبارکه سپاهانه که واقعا شنیدنیه. بعد شما اینجا میایید تو سرتون میزنید خم و راست میشید پیش یک وزیر که 5 کیلومتر راه روستایی منطقه محرومتونه بهتون 100 بشکه قیر بده. اینجا 150,000 میلیارد تومان حق اسلام میره تو جیب صنعت و فامیل های ثروت و قدرت. حالا بعد میگن که اینا نمیدونم نهادهای کذا، نه نه اینا نیست، حالا بعد توضیح میدن. فقط تو فولاد به آقای نادران، به آقای پور ابراهیمی اینا یادداشت کنن، نه همه اینا من 10 بار نه الان نشستم گفتم بیا تو بودجه 1400 حق اسلام را از انفال زنده کنید. از آقای نادران پرسیدم دولت طولای بودجهش سهم حقوق مالکانه معادن رو چقدر آورده؟ گفت 6,000 میلیارد تومان. یعنی از کل معادن، کل انفال 6,000 میلیارد تومان. کمیسیون ترفیع الحمدلله کار انقلابی کرد 6,000 میلیارد تومان، نمیدونم کرد 8,000 یا 10,000 میلیارد تومان، 4,000 میلیارد تومان افزایش داد فقط تو فولادش حق تو. یعنی این فولادی های ما همینجور که فولادی های کره جنوبی توی سرزمینشون یک تن سنگ آهن ندارن، میان میخرن از کشورهای مثل ما، میبرن اون بر اقیانوس تبدیل به خودرو و صنایع لوازم خانگی میکنن، 100 برابر قیمت فولاد به ما میفروشن. یعنی اگه ما فولاد نداشتیم این فولادی های ما باید میرفتن در یک سال 150,000 میلیارد تومان سنگ آهن میخریدن میآوردن تولید میکردن براشونم میصرفید، سود کلانی هم داشتن. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.